به نام خدا. بیننده عزیز به برنامه انتخابات 3 از تلویزیون آریانا خوش آمدید. مهمان برنامه کنونی ما آقای هدایت امین ارسلا، نامزاد انتخابات ریاست جمهوری در سال 1393 هستند. جناب ارسلا در 12 سال گذشته در حکومت انتقالی، حکومت موقت در نخست و بعد در حکومت های انتخابی به ریاست آقای رئیس جمهور کرزی در سمت های مختلف اجرای وظیفه کردند. می خواهیم در رابطه به نگاهشان پیرامون برنامه های کاریشان برای آینده انتخابات ریاست جمهوری با عنوان یکی از نامزدان انتخابات گفتگوی داشته باشیم که به توجه شما می رسانم. مجری برنامه عبدالقدیر میرزایی. جناب ارسلا صاحب، در نخست خواستیم از شما بپرسیم که با کدام شعار وارد پیکارهای انتخاباتی به حیث یک نامزد انتخابات میشه؟ مشکلات افغانستان امروز معلوم دار عدم قانونمندی است، فساد اداری است و ضعف اقتصاد است و در این زمان عدم یک سیاست بین‌المللی ثابت است. دیگه هدف ما ایست که بتانیم که حاکمیت قانون به مملکت بیاریم، عدالت بیاریم به مملکت و در این زمان اقتصاد مملکت بهتر بسازیم و روابط بین‌المللی خود را به ترتیب بسازیم که ثابت باشه، ما را با جهان وصل کنه و در این زمان با منطقه وصل کنه و در این زمان بتانیم توسط روابط صلح هم در افغانستان امکان پذیر بسازیم. بسیار خوب، صحبت خود از بخش روابط بین‌المللی ادامه میدیم. شما با کشورهای همسایه و منطقه چگونه یک روابط میخواین داشته باشین؟ ما خب آرزوی ما اینست که همراه تمام ممالک مملک منطقه روابط بسیار نیک و نزدیک داشته باشیم و میخواییم که راه عملیشون پیدا کنیم که چطور بتانیم که روابط قوی بسازیم، روابط اقتصادی، روابط تجارتی و روابط سیاسی، همه از اینا را. ما فکر میکنم آسانترین رایشی است که ما یک وصل ترانزیتی در بین جنوب آسیا و آسیای مرکزی شویم. دیگر از نگاه خط ریل و از نگاه سرک ها و از نگاه از اینا ایره ما را به یک مرکز تجارتی و اقتصادی این منطقه تبدیل خواهد کرد و در این زمان همسایه های ما که بعض شک های اگر داشته باشن یا داشته باشیم، ما اونا هم دلچسپی به ثبات در افغانستان داشته باشن. یعنی که جنبه عملی سیاست ما باید جنبه عملی داشته باشه. بسیار خوب، شما فکر میکنین که کشورهای همسایه به خصوص پاکستان دلچسپی برای تامین ثبات در افغانستان داره، در حالی که شعار طوری است، گفته ها و صحبت های سیاست مدارا و زمامدارا در دولت افغانستان همچنین است که ثبات افغانستان ثبات پاکستان است. شما فکر میکنین که پاکستان واقعا میخواهد در افغانستان ثبات تامین شود؟ خب ایده خوشک نیست که ثبات افغانستان باعث ثبات پاکستان هم میشه. امروز براتون معلوم است که در پاکستان هم مشکلات بسیار زیاد موجود است و عدم ثبات در اونجا است. ما باید به صورت مشترک کار کنیم که این ثبات در هر دو مملکت از به میان بیاریم، هم به مفاد از اوناست هم به مفاد ماست. از اینکه اونا چی میخواین و نمیخواین، ما باید برشان ثابت بسازیم که نیت ما در برابرشان نیک است و از اونام باید نیتشان در برابر ما نیک باشه و صرف روابط دوستی و همکاری با هم داشته باشیم
و بدون بیشتر از روابط دوستی و همکاری و یک رابطه مساوی با هم که منافع ما را تأمین کنه و منافع اونا را تأمین کنه بیشتر از او کدام روابط بوده نمیتونه. جناب ارسلان صاحب در 12 سالی که گذشت عین شعار تقریبا حکومت فعلی به ریاست آقای حامد کرزی تعقیب میکرد. شما در جریان هستین که رئیس جمهور کرزی 20 بار به پاکستان سفر کرد، با زمامدارای مختلف از این کشور از نظامی ها گرفته تا ملکی و احزاب متفاوت حزب مردم و مسلم لیگ و حکومت تحت اداره آقای جنرال پرویز مشرف دید و بازدید های داشتند، ملاقات های داشتند، خواست های داشتند، مذاکرات جدی پشت دروازه های بسته صورت گرفت، اما هیچ گاهی اهدافی را که افغانستان داشتی به دست نیامد. حالا شما چگونه توجیه میکنین؟ چطور فکر میکنین؟ آیا در آینده امکان داره که پاکستان حاضر شود گردن بانه برای تأمین شدن ثبات سیاسی و امنیتی در افغانستان؟ ما خب باید رابطه نه تنها با پاکستان داشته باشیم بلکه با منطقه به صورت کل و با دنیا به صورت کل. دیگه دنیا هم باید در ایسه با ما کمک کنه که روابط ما را با پاکستان نزدیک بسازه. ما کوشش خود خواد کردیم، اما صداقت خودم نشان خود دادیم که چیزی که ما میگیم به مو عمل میکنیم و این توقع را از نام باید داشته باشیم. خب تا بال را که نشد امکان داره که امروز اونا بفهمند که یعنی عدم ثبات در افغانستان باعث عدم ثبات بر از اونام هست. یعنی از چیزی که ما میسوزیم اونام امروز میسوزن. یک همسایه اگر در بحران باشه این بحران تاثیر میکنه سر همسایه دیگام. از این خاطر از خاطر مفاد خودم باید ثبات در افغانستان اینا بخواهید خواستار بکنم. بله. عمده ترین مشکل افغانستان در منطقه کدام از کدام کشور منشأ میگیره از نظر شما؟ خب ویره مشکل از کدام حال بگویه. از خاطر از اینکه روابط داریم با ممالک مختلف تا بال رخو یعنی میفهمیم که با وجود از اینکه پاکستان امرای ما کمک های زیاد هم کرده در ایسه مهاجرین و ایران هم علا هذا القیاس در ایسه مهاجرین ما کمک های کردن که مهاجرین ما را قبول کردن که ما از این چیزا ممنون هستیم. لیکن مشکلات هم بوده و تردید از اونا در افغانستان فرق میکرده. اونا فکر میکردن که منافع از اونا مختلف است. دیگه از این خاطر بعضی کارهایی کردن که من فکر میکنم که او قابل توجیه نیست و قابل توجیه نبوده. دیگه امیدوار استیم که رمی صحنه تغییر کنه و اونا با ما یعنی همکار شون همکاری کنه. وی متاسفانه یکی از مشکلی که در روابط بین المللی ما از و تاثیر سر روابط بین المللی ما انداخته این مشکل پاکستان و هند است که اینا در بین خود مشکل دارن. دیگه قصدش از افغانستان میکرن متاسفانه. دیگه ما امیدوار هستیم که نمی همی صحنه را تغییر بدیم. اونا را روابطشان اگر خوب ساخته نتانیم ما، لیکن لااقل اینا باید سیاست خود هر کدامشان راجع به افغانستان به صورت مستقلانه بگیرن، نه به اساس دشمنی با یکی دیگر. به نظر شما عملکرد دیپلماسی افغانستان در 12 سال گذشته در قبال روابط با کشورهای همسایه و منطقه چگونه بوده؟ آیا از دید شما یک دیپلماسی موفق بوده یا نقاط ضعفی داشته که از شما میخواهی میره نقطه گذاری کنین یا یادآوری بکنین؟
خب معلوم داری حکومت فعلی کوشش کرده که رابطه نیک با تمام همسایه‌ها داشته باشه، با ایران رابطه نیک داشته باشه، با هندوستان داشته باشه، با ممالک آسیای مرکزی داشته باشه. در آسیای مرکزی با تاجیکستان مثلا روابط بسیار نزدیک داریم، لیکن با ازبکستان متاسفانه روابط زیاد موجود نیست اصلا که باید موجود بیاید. همراه قزاقستان روابط ما خوب است، همراه پاکستان مثل که پیشتر گفتیم کوشش شده، مگر هنوز هم تا حدی که لازم است موفق نشدیم، لیکن انشاءالله ایره باید مقصد از این نیست که ما ایره تعقیب نکنیم و پیگیری نکنیم، باید به می کوشش باشیم که روابط خودم همراه از اونام بهتر بسیم. بله، دیپلماسی افغانستان چه بوده؟ عملکرد دستگاه دیپلماسی در افغانستان به نظر شما موفق بوده در 12 سال گذشته؟ خب من خو فکر میکنم بسیار اصلاحات بعد در دیپلماسی ما بیه، در سفارت های ما، در کنسولگری های ما، در تمام جای ها باید مردمی که اهلیت پیش برد دیپلماسی موفق داشته باشه، باید اونا نصب شوند و یک ریفورم اساسی در خود وزارت خارجه ما باید بیاید تا که ما همین موضوع دیپلماسی خود موفق‌ترانه پیش ببریم. دیگه تا بالا ما فکر میکنم که دیپلماسی که تا بالا موجود بوده وسط رئیس جمهور بوده زیادتر، الان که وظیفه وزارت خارجه است که موضوعات باید پیش ببره و تعقیب کنه. سوال بسیار مهمی که جناب ارسلان مطرح میشه اویی که شما در امور بین المللی دارای تجارب وافری هستین، پیش اگر از 12 سال اخیر یک طرف بگذاریم گذشته از او و پیشتر از او، شما در سمت های بسیار مهم و کلیدی در روابط بین المللی کار کردین و تجربه دارین. در دستگاه دیپلماسی افغانستان گفته میشه و یا به عبارت دیگه دیده میشه که بیشتر مسائل روابط در نظر گرفته شده، سمت های دیپلماتیک، نمایندگی های دیپلماتیک در بیرون از افغانستان و در داخل افغانستان بین احزاب و تنظیم ها تقسیم شده، به زبان ها تقسیم شده، به ملیت ها تقسیم شده، به این معنا که ضوابط در نظر گرفته نشده، سهمیه بندی بوده، اقوام تقسیم کردن، هر کسی که در رأس قرار گرفته کوشش کرده که به گونه استفاده بکنه، به این ترتیب روابط جای ضوابط گرفته، چنانچه در تمام ساحات افغانستان چنین چیز است، اما ساحه دیپلماتیک مهمتر و بالاتر است که باید چنین نمیشد. شما چگونه یک اصلاحاتی را در نظر دارین؟ به عنوان یک کسی که در این عرصه بسیار ماهر هستین، تجربه کافی دارین و همی عمل کرده در ابتدا چگونه توجیه میکنین و ثانیاً نگاه شما یا طرز دید شما به خاطر اصلاحات این سکتور برای آینده از این مملکت چی است؟ مثل که شما گفتین، متاسفانه که به مو ترتیبی که شما گفتین این موضوع عملی شده در وزارت خارجه افغانستان، موضوع قومی شده و بسیار و تعینات هم به اساس اهلیت و ضوابط نشده. دیگه ما خو فکر میکنیم که تا اصلاحات نبه و ضوابط بر حاکمیت قائم نشه، یعنی غالب نشه، من فکر نمی کنم که یک اصلاح درست در این وزارت بیاید و یک دیپلماسی سالم و قوی را در دنیا بتانیم پیش ببریم. دیگه از اون خاطر هدف ما خویی است که یک ریفورم اساسی
باید در وزارت خارجه باید و مردم در اونجا تعیین شوند که اهلیتش رو داشته باشند و تربیت شده باشند برای این کار و آستا آستا تربیت شوند. دیگه یک جنس بسیار مهم دیپلماسی افغانستان اصلاح وزارت خارجه است. برمیگردیم به بحث حاکمیت قانون در افغانستان. شما در جریان هستین که هر سالی که قسمی که شما در صحبت‌های نخست فرمودین فساد اداری در افغانستان بیداد میکنه و هر سالی که ارزیابی صورت میگیره از طرف ارگان‌ها و نهادهای بین المللی افغانستان مقام اول در بین چند کشور فاسد احراز میکنه. چه راه‌های بیرون رفت از نظر شما وجود داره؟ چطور میشه که افغانستان فائق بیاید به این پدیده ننگین که دامنگیر از این کشور است؟ شما چگونه این وضعیت و این حالت در حالی که شما خود در 12 سال گذشته در منصب‌های مختلف در سمت‌های مختلف هم در این حکومت کار کردین، این را چگونه توجیه میکنین؟ من خو فکر میکنم اولین چیزی که از باید حاکمیت قانون باشه. تا که حاکمیت قانون به میان نبه فساد هم از بین نمیره. یکی. و دوم ایست که قاطعیت راجع به مبارزه علیه فساد باشه. به بالاترین سطح کشور. و در این زمان مرمدار کارهای دیگه هست از نگاه ریفورم خود اداره یک کنترل بهتر و در این زمان بعضی چیزهای اخلاقی باید وجود بیاد که چطور اداره باید سالم شود. اداره سالم شود. در این زمان باید خود ساختارهای چیام اداری هم باید یک اصلاح و یک ریفورم به طرز کار باید فرق کنه. بیروکراسی باید بسیار کم شود. هر قدم های مختلفی که در کارها در ارائه خدمات است این باید بسیار محدود شود. و چرا یک آدم باید بفهمد که وقتی که من میرم میخوایم یک جواز بگیرم او جواز یک فیس میتوم یک فیس معین و بازونمون فیس معین کافیست بعد از 2-3 روز بریم جواز میتن. همینطور پاسپورت میخواین الهاز القیاس باید یک فیس معین بتین و مردم باید از پیشتان توقع زیادتر نداشته باشن. یعنی این ریفورما را باید آدم به وجود بیاره. لیکن مهمتر اولش از همه کده اونو قاطعیت راجع به مبارزه علیه فساد اداری است و قانونمندی است و قانون باید تطبیق شود. سر هر کسی که فاسد باشه باید قانون تطبیق شود. محاکم باید سرش حکم عادلانه و قانونی بده و جزای خود یک شخص فاسد باید ببینه. بله، اما در افغانستان قسمی که دیده میشه جناب ارسلاس امو کسی که بسیار ضعیف است مجازات شده و در پشت میله های زندان افتاده، اما آدمایی که قوی هستند پول دارن رابطه دارن به اصطلاح زور دارن اونا امو جزای خود به اصطلاح به شکل نامشروع با پول خریدن آزادانه گشت و گذار میکنن. به این معنا هستن کسای قتل کردن آزاد گشت و گذار میکنن، اما هستن کسایی که اندکترین یک جرم که در قانون جزای افغانستان و جرم پنداشته شده و یا به عبارت دیگر جرم تعریف شده در پشت میله های زندان سپری میکنن. شما به این حالت چگونه میبینین و دلایلی که چنین حالت به وجود آمده که باعث نابودی و بربادی
حاکمیت قانون و مردم از این کشور شده، او را شما در کی میبینین؟ در چی میبینین؟ در رئیس جمهور میبینین؟ در معاونین رئیس جمهور میبینین؟ در اعضای حکومت میبینین؟ در قوه مقننه میبینین؟ دستگاه قضایی را مقصر در این مسئله میدانین؟ رهبران جهادی و سیاسی را مقصر میبینین؟ و یا خارجی ها را؟ کی مقصر است جناب ارسلان صاحب؟ امی خودش یک بحران افغانستانی نمیست که عدالت تأمین نشده. بعضی مردمی که مثل که شما گفتین که امکان داره قتل کده باشه، لیکن به توسط رشوت آزاد شدن رفتن یا گریختن، اجازه داده شده برشون که گریخته باشه، یا ایست که مثلا دوزی کدن لیکن دوزیشون فوت شده. این یک بحران قوی افغانستان است. اینمی را ما میگم که عدم قانونمندی است و باید به هیچ ترتیب ای قابل توجیه نباشه، به هیچ ترتیب ای باید قابل قبول نباشه. و لیکن از اینکه کی در این رول داره، ما نمیخوایم بگویم که کی شخصا رول داره، لیکن نظام به صورت عمومی متاسفانه که باید اصلاح شود. این اصلاحات هم به سطح قضا به، این اصلاحات به سطح سارنوالی به، و این اصلاحات به سطح وزارتخانه ها به. و مهمش ایست که مردم افغانستان برای از این متوجه شوند و امرای حکومت آینده انشاءالله کمک کنن تا که دست از اونا قوی شوه که تا در مقابل کل از این مظالم و کل این مشکلات یک مبارزه قوی. شما فکر میکنین که در حکومت آینده هم مصلحتایی که در 12 سال گذشته در نظر گرفته شد و رعایت شد چون این کار صورت بگیره و بر تمام سمت‌های دولتی بر اساس سهمیه تقسیم شود، به این تنظیم و آن تنظیم و این شخص و آن شخص، این فرد با نفوذ و با صلاحیت نمیدانم چه قسمی، فکر میکنین با می مصلحت بازم در افغانستان میتونه که نظام شکل بگیره؟ من فکر نمیکنم به می ترتیبه که مصلحتی باشه. گمان نمیکنم که اصلاح سالم در اداره به شده. میتونه که مثلا اقوام مختلف است، کلشان مرمدار باید خود شریک بدانند در حکومت، ولی اون بهترین از اونا باید کوشش شود که در چوکات حکومت و نظام به اون پاکترینشون باید در چوکات نظام به، تا که بتانن به صورت عمومی این نظام اصلاح بسازن و عدالت بجای بسازن و اقتصاد کشور رشد بتن و همین فقر و بدبختی که امروز هنوز هم موجود است در این مملکت با وجود پیشرفتهایی که شده، ایر از بین ببرند. و در این مرمدار باز هم اون پشتیبانی مردم افغانستان است که باید مردم افغانستان باید امیر بخواین که یک تحول ثابت در این کشور بیاید و تحولی که صادقانه باشه، تحولی که بتانه که این مملکت از این مشکلات نجات بده. جناب ارسلان صاحب، تیمی را که شما انتخاب کردین به حیث تیم کاری که در آینده با شما در حکومت کار بکنن، معاونین شما و دیگر اعضای تیم، اینا چگونه یک تیمی هستن؟ میشه یک تعریف مختصر از این تیم خود بر ما بتین که این تیما واقعا تیمای کاری است یا بر بنیاد مصلحت به وجود آمدن؟ خب اینطور است که تیم ما تیم وسیع است، لیکن بعضشان ممکن است در حکومت موجود باشند و بعضشان بیرون حکومت باشند. من نمیتونم که فعلا راجع به اونا صحبتی داشته باشم، لیکن انشاءالله تیم کارا خواهد بود و صلاحیت از ایره خواهد داشتن که کارهای دولت به صورت درست پیش ببرن. بسیار خوب، در قسمت ای که
گاهگاهی گفته میشه که انتخابات نمیشه. شما چی فکر میکنید؟ آیا انتخابات میشه؟ من خو هیچ پیش خود نمیره. فکرام نمیکنم که چرا انتخابات نشوه. چرا که انتخابات در قانون اساسی ماست. انتخابات در قوانین فرعی ماست. انتخابات برای ثبات افغانستان بسیار مهم است که باید یک تحول سالم، یک صلح‌آمیز از راه رأی مردم در افغانستان باید بیاید تا افغانستان از این مرحله گذار کنه و یک کلتور را هم بجا بگذاره که او کلتور تحول قدرت از یک رئیس جمهور به یک رئیس جمهور منتخب دیگه به صورت مسالمت آمیز و میشه و عزت رئیس جمهوری که کارش خلاص شده باشه وام در این مملکت نگاه میشه و مسئول میباشه و ما خو هیچ دلیل نمیبینم که انتخابات نشه. جناب ارسلان صاحب، هرگاه شما برنده انتخابات اعلام شد، با کسایی که قتل کردن دستشان به خون از این ملت آلوده است، زمین های دولتی را غصب کردن، چور کردن، چپاول کردن، 12 سال پیش یا 15 سال پیش یا 20 سال پیش هیچ چیزی نداشتن و امروز سرمایه‌شان از مرزهای افغانستان هم پیش رفته، شما با این کتگوری مردم چگونه حساب و کتاب میکنین؟ آیا همین توانایی حساب و کتاب شما در خود میبینین؟ خب ما خب ثبات هم در افغانستان مهم میدانیم که باید ثبات در افغانستان نگاه شود و در این زمان ریفورم و اصلاحات هم بیاریم. در امور چوکات عملیش ما اقدامات لازم انشالهات کردیم. اگر چوکات عملی فرصت برای چوکات عمل مساعد نشه، پس این کسایی که هر کاری کردن دیگه از اینا پرسان نخواد شد. ما پشتیبانی مردم افغانستان ها برای هر اول پشتیبانی خدا را، دوم پشتیبانی مردم افغانستان می خواهیم و هر چیز ممکن می سازه. بسیار خوب. فقط پالیسی مختصر شما را در قبال مسئله مبارزه با مواد مخدر و مافیای مواد مخدر در افغانستان میخواهیم بشنویم. من فکر میکنم که مواد مخدر یکی از کلانترین دشمنای افغانستان است. اصلا کلانترین دشمن افغانستان است. و کسایی که قاچاق میکنن هم کلانترین دشمنای افغانستان هستند. چرا که از یک طرف خمارمدار ما را در جهان بدنام میسازند. دوم مردم ما را معتاد می سازند. امروز تقریبا 1 میلیون معتادین داریم در افغانستان. یک معضله بسیار کلان است که باید در مقابل از این فعالیت های شاکی چطور اینا از این احتیاط براین. دیگه اینا در عین زمان نظام دولتی و حکومتی را فاسد می سازند. و اینا ثبات نمی خواهند در این کشور، چرا که اگر ثبات آمد این باعث از بین بردن فرصت ها بر از اینا میشه. دیگه از این خاطر من میگم که امرای قاچاق برای مواد مخدر باید امو سخترین شیوه مجازات باید آدم عملی ساخت. خب البته این موضوع محاکم است، باید محاکم به صورت مطلق سر از اینا حکم کنن و اینا را جزا بدن. ما به این به کلی معتقد هستم، لیکن در این زمان باید کشت و کار از این کسایی که کشت میکنن بر از اونا باید یک معیشت بدیل پیدا شد که تا بتنن که اونا زندگی خودا پیش بره بر دهقین و به این کسایی که از لحاظ فقر
تامین شود. کوکنار کشت میکنه. بله. با عنوان پرسش اخیر جناب ارسلاس، افغانستان بعد از سال 2014 شما چگونه اگه افغانستانی میبینین؟ چرا افغانستان از زمان تأسیس حکومت موقت عوضی که به طرف ثبات میرفت و طرف بی‌ثباتی رفت؟ و اضافه از این که آیا افغانستان بعد از سال 2014 بر مردم افغانستان خوبتر خواهد بود یا بدتر؟ خواستیم که توضیحات شما را بشنویم. این خود متعلق به این است که ما چی میکنیم در روابط بین المللی، خود چطور میکنیم، چی میکنیم در موضوع حکومت داری و اینا، چی میکنیم همین کارهای راجب اقتصاد خود، چی میکنیم همین پالیسی های درست اگر اتخاذ کنیم، انشاءالله آینده افغانستان خوب خواهد بود. افغانستان اصلا امکانات بسیار زیاد داره، معادن زیاد داره، پتانسیل زراعت بسیار داره و در تمام ساحات از نگاه توریسم و اینا امکانات زیاد داره. دیگه اگر پالیسی های درست اتخاذ شوه و ما یقین دارم که افغانستان به طرف بهبود میره و به طرف که دو مردم آرام زندگی کنن. بسیار خوب، سپاسگزار هستم آقای هدایت امین ارسلا، نامزد انتخابات ریاست جمهوری، که با تلویزیون آریانا گفتگوهای مفید و موثری داشتید. جهان سپاس. بشتر.